موتر ساخت افغانستان که این روزا سر صدای زیادی در صفحات اجتماعی برپا کرده، در ذهن مخاطبین سوالات را خلق کرده، از قبیل اینکه تانک این موتر در کجاست، یا چی نوتل در این موتر استفاده می شود، یا هم در این موتر از انجینی کدام موتر استفاده شده، چون در این نوع موترها انجینی موترهایی که در افغانستان است قابل استفاده نیست، یا این موتر چه آپشن هایی دارد. بعضی ها هم انتقاد کردند که فقط یک کاور را 5 سال ساختند و دیگر قطعات به خصوص انجینی دیگر موترها را استفاده کرده اند و افتخار میکنند که موتر ساختیم. در این ویدیو به همه سوالات شما عزیزان پاسخ خواهم داد و نیز در مورد معدن لیتیوم که جدیداً در افغانستان کشف شده که در صنعت موترسازی از لیتیوم استفاده میشود برایتان معلومات خواهم داد. پس تا آخر ما را همراه باشید و برای باخبر شدن از ویدیوهای جدید ما حتما کانال ما را سابسکرایب کنید. از سوال اول آغاز میکنیم، تانک این موتر در کجاست؟ تانک این موتر در عقب موتر سمت راست بودن و قابل ذکر است که این موتر در آغاز ساختنش قرار بود به صورت برقی ساخته شود، شبه موترهای تسلا. اما وقتی به وضعیت برق در افغانستان نظر اندازی کردند، به این نتیجه رسیدند که افغانستان برقی ندارد که بتواند موترهای برقی را چارج کند و از این نظر منصرف شدند. قابل ذکر است که 5 سال قبل از امروز اگر یک موتر برقی از افغانستان در بازار عرضه می شد و یک انقلاب بزرگ در سطح افغانستان و جهان بود و تا حال حاضر می تواند سرنوشت اقتصادی افغانستان را از یک رو بروی دیگر کند. در حال حاضر بیشتر کشورهای دنیا از این نوع موتر ندارند و موترهای تسلا از چند سال بعد این سو موترهای برقی خود را عرضه کرده که موفق هم شد و هر لحظه در حال پیشرفت است. سوال دیگر این است، در این موتر از چه نوع انجین استفاده شده؟ در پاسخ به این سوال، در این موتر از یک انجین موترهای بسیار قدرتمند خارجی استفاده شده و این انجین به هزینه اداره تکنیکی و مسلکی در زمان جمهوریت خریداری شده بود و انجینران بعد تحقیق زیاد مناسبترین انجین را پیدا کردند و سازنده این موتر ادعا کرده که میتواند اگر این پروژه موفق بود و حمایت شود و تجهیزات مورد نظر در اختیارش قرار بگیرد، انجین های موتر را نیز در افغانستان خواهد ساخت. سوال دیگر در مورد آپشن های این موتر، این موتر چه آپشن هایی دارد؟ این موتر فول آپشن نیست، اما آپشن هایی در عد معمول را دارد و اولین موتر ساخت افغانستان است و هیچ امکان ندارد کشوری که تا هنوز هیچ چیزی از خود نساخته در بار اول بهتر از موترهای لامبورگینی بسازد و هموطنان ما به جای انتقاد باید از این دستاورد قدردانی کنند. و در اخیر میخواهم در مورد کشف معدن لیتیوم برایتان معلومات مختصر بدهم. پس اگر ویدیو را تا هنوز لایک نکردید حتما ویدیو را لایک کنید. 2 سال قبل از امروز معدن لیتیوم در افغانستان کشف شد که در جهان صنعتی لیتیوم کمتر از گنج نیست. لیتیوم آهن فوق العاده قوی است که در صنعت هواپیماسازی و ساخت موترهای گران قیمت استفاده می شود. اما متاسفانه در این 2 سال بنابر نبود تجهیزات و امکانات و نیز نبود امنیت از این معادن استخراج نشده است. معدن لیتیوم و صنعت موترسازی یک داستان بزرگی دارد که اگر شما دوست داشتید برایتان در یک ویدیو جدید در این مورد معلومات خواهم داد. اگر دوست دارید در مورد این صنعت و لیتیوم بیشتر بدانید در کامنت ها برای ما بنویسید. دوستان عزیز، به پایان این ویدیو رسیدیم. سپاس از اینکه ما تا آخر همراه بودید.